درود بر شما. خدا که خوبید، خدا رو شکر. درود بر شما عزیزان در فیسبوک و اینستاگرام. همونطور که قبلا وعده داده بودیم در خدمت کشیش جانسون درودی هستیم، برادر خوب ما که از خادمین با سابقه هستن، با تجربه، و در این شهر که ما زندگی میکنیم، شهر فرشته ها، در خدمتشون هستیم. خدا رو شکر برای خدمت که میکنن. و مرسی برادر جانسون که پذیرفتید که وقتتون رو ما بدید. ببینم اول صبح روز چهارشنبه هزار تا کار هست، و ولی به حال به فیض خداوند بالاخره شما رو پیدا کردید. خیلی ممنون، باعث افتخاره برای شما هم برای بینندگان محترم. اینه که خدمت خداوند زیباست. حالا صبح زود، دیر وقت، در هر زمانی با خداوند بودن لذت بخشه. و همچنین با شما عزیزین، باعث افتخاره عزیز که سالهای سال دوستی با شما رو داریم، با خانواده شما رو داریم. این برای ما باعث افتخاره و دلگرمیه در خدمت. من بچه بودم اولین بار شما رو دیدم، 35 سال پیش، 36 سال پیش. یادم شما خدمت میکردید، نه فقط به عنوان رهبر کلیسا، خادم کلیسا، بلکه خدمات متفرقه در کلیسا میکردی. یادم بعد جانسون با سرود خواندن کلیسا رو نظافت میکردن، و برای من نوجوان که تازه مسیح شدم یه نمونه خیلی خوب بودش. خیلی ممنون. پس تو این 36 سال، البته خوبی چند سالی شما اروپا بودی، بهش میرسیم، فرصت خیلی خوب بوده که شما رو ببینیم و الان میگه با هم همکاریم. خیلی هم عالیه. نمیدونم موقعی که میگی بچه بودی، یعنی من الان دیگه خیلی پیر شده. هر دیگه شما موقعی مثلا 10 سالتون و 16 سالتون. جوان بسیار خوشتیپی بودی. شما خیلی خوشتیپ بودید و هستی همچنان، و شیک پوش. یعنی من خیلی افتخار خوبی داشتم چند سال پیش بود با برادر جانسون رفتیم دانمارک و بعد سوئد، اینها با هم خدمت هم کردیم. بله، نه فقط اینجا در کلیسای شما خوش. بله خیلی خوش کنار گذشت. شما نمیدونم اگه خورو پوفای من توی هتل میذارم. اونم قشنگه، اونم خوبه، اونم خوب بودش. آره، من بعضی وقتا مثل که این صدا رو خودم در میارم. بسیار عالی برادر جانسون، خوشحالیم که میتونیم در خدمتتون باشیم. بفهمید که به دوستانی که شما رو نمیشناسن احیانا، چون شما زیاد تلویزیونی نیستید مثل ما این ور و ور شلوغش بکنید، خودتون رو معرفی کنید. جانسون کیه؟ من جانسون دربوردی هستم. اگر بیوگرافی منو بخواین، خب از اروپا اومدیم اینجا، البته از ایران. کجای ایران به دنیا اومدی بعد جانسون؟ من راستش رضایه متولد شدم. خود رضایه، ولی بعد در 4 سالگی رفتم آبادان. واو. و 1 سال خورده آبادان بودم، و بعدش هم اومدم تهران. دیگه در تهران موندگار شدیم. تا زمانی که از تهران کوچ کردیم به طرف ترکیه. اینه که جوانیمو تهران بودم با خاطرات خوب و بد همه با هم دیگه، چون اگه خاطرات بد نباشه آدم هیچ وقت نمیدونم ایمان نمیاره. انگار اون خاطرات بد ما باعث شد که ما ایمان بیاریم. ولی خب در یه خانواده مسیحی زاده متولد شدم. پدر مادر آذری بودن؟ نه، آشوری. مادرم مال بیشتر مال شاپوره و بابام مال رضایه بود. البته آشوری ها میگن ارومیه. ارومیه به زبان آشوری یعنی سرزمین آب. متاسفم که ارومیه امروز رودخونه‌هاش خوش شدن، ولی سرزمین دریاچه‌اش خوش. دریاچه‌اش. بله. شهر بسیار زیبایی بود، ولی من زیاد خاطر یعنی شناختم نداشتم، برای اینکه تمام زندگیمو من تهران بودم. مثلا شاید یه بار برگشتم به خاطر برنامه‌هایی که با پدرم بود و فلای نرفا، دیگه بر نگشتیم به همین شکل. ولی رضایت آبادان چی؟ اهل رضایت از آبادان چی خاطره نداری؟ خاطره خیلی بد دارم. موقعی که 4 سالم بود، شرکت نفت زمانی که تعطیل می شدن، همه با دوچرخه بودن که منو دوچرخه زیر کرد، از بس شلوغ بودم. جدی؟ و بله، این پام، پنجه پام برگشت عقب. اینجوری شد. واو. که من از اون 1 سال و 1 سال نیم نزدیک 40 روزش رو تخت خوابیدم که
که پام درست بشه این خاطره. وای متاسفم. پس در تهران بزرگ شدی، تحصیلات کردی، ازدواج کردی، چطور بوده ماجرا؟ خب آره، تحصیلاتو که تا قبل از سربازی تحصیلات انجام دادیم و بعد رفتم بیرجند برای سربازی و بلافاصله بعد از 3 ماه برگشتم تهران و در تهران دیگه شروع کردم به کار. اولا با نقشه کشی شروع کردم و بعد مهندس بازرسی شرکت گاز. این بود که اونجا بودم که پیغام را شنیدم. یعنی با مسیح آشنا شدید؟ با خدا دقیقا. اوکی. البته اگر بگیم با مسیح آشنا شدیم، چون مسیح زاده هستیم، تا یه حدودی مسیح را میشناختیم، ولی نه به عنوان خداوند پیغمبر، به عنوان پیغمبر میشناختیم و نجات دهنده اصلا معنی نداشت برای ما. این بود که یک شب که در حال خیلی ناجوری هم بودم، مست بودم، یک یعنی قبل از انقلاب؟ نه بعد از انقلاب. بعد از انقلاب من ساعت 1:30 شب سر کار مست بودم و اونجا یک نفر گفت حیفه که اینجوری باشی، بیا با عیسی مسیح آشنا شو. گفتم بابا بفرما. اینم صلیب در آوردم، صلیب رو نشون دادم و گفتم من مسیح زاده هستم و در سال من 2 بار کلیسا میرم. 2 بار برای همینه، یعنی مثلا عید قیام و کریسمس. خب برای ما عید کوچیک و عید بزرگ بود. کدوم بزرگ کدوم کوچیکه؟ کوچیکه تولد عیسی مسیح، قیام عید بزرگه. که به عنوان پاک که کلمه فرانسویه. بله بله. این برای ما بود ولی نمیدونستیم تا اون زمانی که کتاب دستمون رسید. یعنی ما به این شکل بزرگ شدم و زمانی که 28 سالم بود با خداوند آشنا شدم. واو. یعنی تا 28 سالگی شما هر چی رو تصور کنید من در زندگی انجام دادم، داشتم و در گناه‌های متفاوت. هیچ افتخاری نیست برای اینکه دنیا به اون طرف داره میره و الان اگر بپرسی از مردم دنیا که اینا خطاست، میگن نه، اینا جزء روال زندگیه. آها. و ولی کلام خدا اینها رو به عنوان خطا میبینه و گناه. بله. و ما هم انجام میدادیم بدون این که متوجه بشیم. تا اینکه رفتیم خب با کلیسا آشنا شدیم دیگه. اون عزیز که شما رو برد کلیسا، میتونی اسمشو بگی؟ خادم بودن، فامیل بودن؟ متاسفانه اون یه نفری که گفت، من از طریق اون نرفتم ولی از طریق یک برادر همکار دیگه ای که داشتم، اونم کلیسا میومد، اونم به من گفت، گفت جانسو تا کی میخوای اینجوری ادامه بدی؟ گفتم راستش من کار بدی که نمی کنم، این روال زندگی دیگه، حالا مشروب و سیگار و مواد و یا چیزهای دیگه اینا جز روال زندگیه. گفت نمیدونم روال زندگی چطوره ولی یه دفعه بیای کلیسا. اون قبلیه که گفته بود نرفتم کلیسا، ولی این دومی که گفت، گفتم خودت اونجا هستی؟ گفت آره. گفتم باشه میام. بچه هاتون آدم های اذیت کن که نیستن؟ گفت یعنی چی؟ گفتم دعوایی که نیستن، بیان دعوا کنن و فلان این حرف. گفت نه بابا کلیساست. گفتن کلیساهای ما دعوا میکنن چون یه غریبه میبینن. کلیسای سنتی منظورتون؟ سنتی بودیم دیگه. بله. شرق آشوری یا کاتولیک؟ شرق آشوری. من مادرم کاتولیکه، هنوزم هست. با این همه پیغام و فلان هنوز کاتولیکه. ولی بابام ارتدوکس بود، یعنی پرزبیتری. بله بله. اینجوری تو این بین دو تا فرقه مقدار میلنگید، ولی بیشتر ارتدوکس بود، شرق آشوری. خب پس شما رفتید کلیسا، چه تاریخی بود یادتون بیاد؟ من قبل از اینکه قلبمو بسپارم یه 2-3 ماهی رفتم کلیسا ولی قلبمو نسپردم و در سال 1980 روز عید قیام من قلبم رو به خداوند سپردم. واو.
من 82 کریسمس قلامرسی سپردم. واو. شما دو سال از من بزرگتری. خب خدا رو شکر. پس رفتید کلیسا، اون موقع کشیش فکر کنم کشیش داوود توماس بودن. نه هیچ کی نبود اون موقع. رهبران بودن به عنوان من اسمشو گذاشتم داوران بودن اون موقع. یعنی هیئت رهبری میچرخون، هیئت رهبری میچرخون و شبان اصلی نداشتن. عدی زمانی من رسیدم که برادرمون کشیش ایوان داشت خداحافظی میکرد و اتفاقا برادر عزیزی با گریه خداحافظی کرد و رفت. من اون موقع ایمان آوردم. کسی که صحبت میکرد خلاصه من دیدم هیچ چاره‌ای نره، انگار هر کاری من در زندگیم انجام دادم این واعظ کلام همه رو گفت که چی کاره داری میکنی. پس روح خداوند قلبم رو لمس کرد، بدون این که، چون من عرض کردم من 3 ماه قبلش میرفتم، هر موقع میرفتم کلیسا میگفتم دیگه من نمیام این کلیسا، برای که اذیت میشدم، مثل آینه شده بود، تمام کارهای بد من اونجا اون بالا گفته میشد، برملا میشد و من حتی به اون شخصی که منو برده بود کلیسا و منو میشناخت حتی بهش گفتم تو رفتی اینا رو بهش گفتی که برگرده از اون بالا موعظه کنه؟ گفت نه بابا، اونجا 200-300 نفر آدم نشسته، کاری نداره، اون پیغام خدا رو میگه. این بود که چند بار تصمیم گرفتم دیگه نرم کلیسا، ولی باز انگار یه چیزی منو به طرف خودش جذب میکرد که شروع کردم به کلام خدا رو خوندن و همینجوری میخوندم چون دوست داشتم بهترین رو انجام بدم. این نظر شخصی خود من بود و برای همین کلام رو شروع کردم بخوندن. ولی اون روز به طور مخصوص برگشتم، تصمیم گرفتم، گفتم من دیگه پامو تو این کلیسا نخواهم گذاشت. این بود که روز عید قیام منو خراب کردن. و اتفاقا یادم میاد کشلوار سفید خیلی مرتبم پوشیده بودم و دوتا تخمرغم تو جیبم گذاشته بودم که فکر میکردم تخمرغ بازی خواهیم کرد. و تو ردیفای وسط نشسته بودم. از اونجا که تصمیم گرفتم برم، اومدم بیرون از راه روی کلیسا که برم بیرون، روح خداوند منو برد اون جلو، جلوی منبر. من فقط اینو یادمه که 1.5 ساعت بدونی که به اطراف توجه داشته باشم، 1.5 ساعت گریه کردم و همینجوری عشق میریختم. تا اینکه یک نفر شیخ کلیسا موقع بود، برادر موسیت، اومد پرسید، گفت برادر میتونم سوال کنم چی شده؟ گفتم راستش نمیدونم، ولی همینجوری اشکم سرازیر میشه، انگار یه چیزی خدا در قلبم گذاشت که تمام گناه های منو به یادم آورد. گفت اشکال نداره، حالا دعا کن، دعا کن، بیشتر دعا کن. و یه چیزی بگم، وقتی بعد از سه به شما گیر میده دیگه کارتون تمامه، یا باید توبه کنید یا اینکه نمره قبولی میگیرید. من بارها اتفاق افتاد. اسم برادر ما ایوان عزیز آوردید، جزو خادمین ارشد و قدیمی ما، واقعا دلمون براشون تنگه. امیدوارم که یک روزی فرصت پیش بیاد در اروپا، در آمریکا من ایشون رو ملاقات کردم، یک مراسمی در واقع که یه دختر کوچیکی شفا پیدا کرد از سرطان، ایشون هم مهمان بودن. و هرگز یادم نمیره که ایشون چه پیغام قشنگی دادن. حتما دوست دارم که ایشونو ببینم، حتی اگه لازم بیام خدمتشون فرانسه مصاحبه کنیم. و برده ایوان، بعضی از دوستان شاید ندارن که خیلی سوده قشنگ و زیبایی که به فارسی شاید الان به زبانها هست، زمینش از برده ایوانه. یعنی من شنیدم یه بار در پشت تریلی روی به حساب اون بالا نشستم با گیتار در ملای عام در خیابان‌های فرانسه خوندن برای خداوند. واقعا میدونم که عزیزانی که در هلند هستن و اروپا خیلی خاطرات زیادی از ایشون دارن. 100%. پس شما اونجا قلبتون رو مسیح سپردید و تازه پیدا کردید. چند سال ایران بودید؟ اگه یادم رفته باشه اشتباه نگم، من 5 سال بودید فکر کنم. چون بعد از انقلاب ایمان آوردیم و اون موقع آتش بشارت و پیغام و اینجور چیزا در قلبم بود و به خاطر کارم هم منتقل شدم شیراز
و من 8 سال کلن در ایران بودم، تا آخر جنگ در ایران بودم، ولی خاطرات خوبی که از ایران دارم، من 6 ماه ایمان آورده بودم، رفتم عراق چون پدر مادرم اونجا برای کار زندگی میکردن. یه خادم خدایی قرار بود بیاد یک شنبه موعظه کنه اونجا، بعد تلفن زد گفت برادر من نمیتونم، خودت موعظه کن. کی من؟ گفتم میبخشی بنده، شما اشتباه گرفتیم، بنده 6 ماه ایمان آورده من نمیدونم چی بشه. چند سالتون بود گفتید؟ دوده 28؟ 28 سالم بود. 28 ساله اولی موعظه رو کردید؟ اولی موعظه رو بعد 6 ماه ایمان. بعد من یادم نیست چی موعظه کرده باشم، برای اینکه الانم جرئت ندارم اون قسمت رو موعظه کنم. یوحنا باب 1:1 در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود. یعنی من مونده بودم اصلا چرا اونجا رو انتخاب کردم. ولی خب بعضی از بچه ها مثل برادرمون لوریس که اینجاست که شکلیسا، ایشون گفت برادر جان خیلی خوب موعظه کردی. یه خانمم کلارم اونجا بود گفت بله موعظه خوبی بود. گفتم من باور کن نمیدونم، چون اولین باری که پشت تریبون ایستادم در کلیسا فکر کنم 3 ماه ایمان آورده بودم، برای شهادت زندگی از من خواستن. من فقط یادم از میکروفون اون کلمه سونی که نوشته بود فقط اونو نگاه میکردم و وجود نمیشد سرتونو برای بالا. اصلا سرمو بالا نبردم و شهادت زندگیمو دادم، چون یکی از داوران گفت که بیا و شهادت زندگی تو بده. روزهای خوبی بود، ولی بعد که منتقل شدم شیراز رفتم، من 6 ماه شیراز بودم، در طول اون 6 ماه 13 نفر ایمان آوردن. واو، خواهر رعنا دارن تماشا میکنن، به شما درود میفرستن، ایشون شیرازی هستن. بابا فکر کنم دیدید ایشونو در هلند با هم بودیم، در اروپا با هم بودیم. پس شیرازی ها دارن تماشا میکنن. خدا رو شکر. چند نفر ایمان آوردن؟ 13 نفر ایمان آوردن، 7 نفر باید تعمید میدهیم که اون موقع برادرمون هایک تلفن کرد گفت برادر میخوام شما رو دعوت کنیم به یه خدمتی. گفتم چه خدمت؟ گفت ما احساس میکنیم، اون موقع برادر لوان ناظر کلیساها بود، برادر هایک معاون بود، که گفت میخواییم شما رو دعوت کنیم به خدمت. گفتم باور کن خیلی ممنون که شما این دید داری، ولی من ندارم، من نمیتونم خادم خدا بشم، شاید به خاطر مسائلی که صحبت شد. حقوق من خیلی بالا بود، چون اولین کاری بود که در ایران داشت انجام میشه، در شغل بیرون، در شغل بیرونی، به خاطر اون مهندس ناظری شرکت گاز. واو. این کار خیلی جدیدی بود و حقوق خیلی خوبی هم میدادن، ولی اون موقع شرمندم خجالت میکشم، برادرمون هایک فقط میخواستن کلیسا حقوق یعنی کرایه خونه منو بدن، ما بقیه رو باید نمیدونم از کجا تامین میکردم، و برای همین منظور گفتم فکر نکنم که 7 نفر رو در اونجا تامین دادن که 2 نفرشون الان کشیشن. به به برادرم شارخ و دژبود و شهریار. عجب. شهرام و دژبود. شهرام دوست خوب من. شارخ جان پس با شهرام از طریق شما اونجا. اینا ایمانهای سنتی داشتن. داره. ولی موقعی که رفتیم اونجا دعا رو شروع کردیم در منزل ایشون و بعد در کلیسا، که بعد به خاطر مسائلی ما از کلیسا منتقل شدیم به پارک. توی پارک ها جمع شدیم اوائل انقلاب، و برای ما خیلی خوب بود که بچه ها برای کتاب فروشی گفتم زمینه اونقدر بازه که 2 نفر از بچه ها رافی و هانری اومدن اونجا. چقدر روزهای پربرکتی داشتیم. ما سر کوچه گذاشته بودیم کتاب میفروختیم، یه نفر اومد یه چیزی گفت،
من رفتم به کمیته گفتم اینا مزاحم ما هستن. گفت هیچ کس نمیتونه مزاحم شما بشه، ما پشت سر شما هستیم. کمیته دولت سپاه پاسداران گفت ما با شما هستیم، ولی بعد ببینی کجا برگرد. و اون یه هفته‌ای که پیش ما بودن صدها انجیل فروختیم در میدون ستادو در شیراز. این بود که بنده برگشتم دوباره تهران و خدمت را در تهران به صورت شماس ادامه دادیم تا اینکه خداوند ما را خواند که اونجا بیاییم. رافی جان اگر کمیته به شما چیزی گفت در شیراز تقصیر بعد جانسا بود. بسیار جالب. پس سوال دوم منم شما جواب بدید، چجوری وارد خدمت شدید از اون از شیراز که برگشتید منتقل شد به تهران، دیگه جزو رهبران و شماسان کلیسا هم شدید. بله، ولی خدمت پشت منبر نداشتم، چون راستش من آدم خجالتی بودم، نمیتونستم تو جمع صحبت بکنم، ولی انگار خداوند نقشه‌اش یه چیز دیگه بود. من برای بشارت موندم در ایران، چون تمام خانواده‌ام اومدن بیرون، ولی بعد زمانی رسید که ما دیگه انگار نمیتونستیم در ایران بمونیم. و اون موقع من در زمان برادرمون داوود توماس که کشیش ارشد بنده است و حق بسیار بسیار والای به گردن من داره و ایشون هم از اونجا خارج شد و من از با برادر هایک صحبت کردم، گفتم برادر هایک انگار من باید برم از اینجا، چون هیچ خانواده ای ندارم و در ضمن خدمت منم انگار داره تموم میشه اینجوری. البته خدمت عرض کردم شماسی بود دیگه. بله. بعد برادرهای گفت نمیدونم خدا چه نقشه‌ای داره، ولی برادر من تایید میکنم که بری. بعد ما همه اسباب اساسیه رو دادیم رفت و اومدیم ترکیه. در ترکیه هم من هیچ خدمتی رو نمیخواستم شروع کنم. استانبول. ولی موقعی که رسیدم استانبول دنبال کلیسا میگشتم، کلیسای ایرانی که ببینم هست یا نیست، که با یک نفر در مرکز شهر آشنا شدم، گفت کلیسا داریم. من زمانی که پا تو کلیسا گذاشتم بردرمون کشیش کورلی، بله، دیک کورلی، آقای کورلی درود بشه، یادشون بخیر، خیلی بردر شیرین و عزیزیه، و ایشون زمانی که شهادت زندگی منو شنید گفت بردر برای ما موعظه میکنی؟ گفتم نه بابا من موعظه نمیکنم، من پیغام رو کلام رو بلدم. ولی گفت حالا شروع کن با رهبری. شروع کردیم با رهبری و بعد یه هفته در میون و دو هفته در میون باید موعظه میکردیم، چون من و ایشون بودیم دیگه. و اون هشت ماهی که ما در ترکیه بودیم در جوار برادرمون کورلی، بله، دیگه خدمت کردیم. بسیار عالی. که بعد اومدیم دانمارک، بعد از هشت ماه معجزه وار وارد دانمارک شدیم. آره، من و نازنین جان سال 91 که در واقع ازدواج کردیم رفتیم استانبول به خاطر که می‌خواستیم دانشگاه الهیات و اینها. آقای کورلی رو دیدیم، شاید مثلا فکر کنید 7-8 روز بعد از ازدواجمون، و فارسی ایشون رو هیچ وقت یادم نمیره و اون قلب خوبی که آقای کورلی داره. هنوز هم دارن خدمت میکنن در آنکارا. واو. دارن خدمت میکنن آنکارا هستن؟ بله. با هم باید بریم ها. خدا برکت. ایشون بیش از 40 بچه یتیم رو بزرگ کردن. بله. بسیاری از خادمینی که امروز دارن خدمت میکنن توسط این بچه های یتیمی بودن که آقای کورلی و خانمشون در واقع خدمت کردن و خودش رو ایرانی میدونه. هفته گذاشتم که با دیوید جان مصاحبه کردم، چون خاطرات مشترک داریم با آقای کورلی، و که من اول نمیفهمیدم چی میگه دیگه، خودم جوان بودم، میگفت ما ایرانی ها گفتیم چون ایرانی هستش آمریکاییه، ولی واقعا خون فرهنگ فارسی در وجودش هست و خدا رو شکر میکنیم. شاید آسمان نشون بده خدمات که ایشون کرده و خدا رو شکر برای چنین افرادی. پس شما به عبارتی، من اینجور میفهمم بعد جانسون، شما هی خواستید از زیر خدمت فرار کنید. دقیقاً. نمیخوام خدمت دقیقاً. کنم، من شایسته نیستم. از اون بر خدا درا رو باز کرده برای شما. واقعا اینجوری بود. رفتید دانمارکو. جالبه دانمارک هم که رفتیم در اون شهر
کلی ایرانی بود، ما شروع کردیم فقط بشارت دادن. چیزی که در قلبم بود داشتم شروع میکردم با همه صحبت کردن و فلان، بعد دیدم که همه مشتاقن انگار یه جایی رو باز کنیم. همون کلیسای دانمارکی که میرفتیم، رفتم با شبان کلیسا بعد از 3-4 ماه که در دانمارک بودیم، رفتم با شبان کلیسا صحبت کردم. شبان بسیار عزیزی بود و هنوزم باشون در تماس هستیم. گفتم راستش ما ایرانی های همچین وضعیتی داریم، من با هر که صحبت میکنم دوست داره کلیسا بیاد. گفت خب بفرست کلیسای ما. گفتم زبان بلد نیستم. گفت خب باز کن یه جلسات بذار. گفتم اجازه داریم؟ گفت آره کلیسا مال شما، بفرمایید. گفتم پس اجازه بدین ما ماهی یه بار شروع کنیم. گفت نه هر هفته. گفت میتونی موعظه کنی؟ گفتم آره مشکل ندارم برای این مسئله، میتونم، ولی هنوز گروه پرستش و فلا این حرفا نداریم. گفت اونا رو خدا میده. بعد شروع کردیم ما جلسات گذاشتم و کلیسا شروع شد. اولین باری که در اونجا کلیسا داشتیم فکر کنم هیچ وقت فراموش نمی کنم 85 نفر 88 نفر آدم اومده بودن و ما نه گروه پرستش داشتیم. یه نفر از بچه های دانمارکی میمد ما رو کمک میکرد. بچه ها کوچیک بودن درسته؟ بچه ها کوچیک بودن. کوین فکر کنم 12 سالش بود، ویویان 7-8 سالش بود، 9 سالش، و کیسی و تیدی هم. کیسی اینجاست دار. کیسی جان سلام عزیزم. کیسی هم کوچیک بودن. کیسی هم کوچیک، کیسی 2-3 سالش بود آخه، و تیدی هم که هنوز متولد نشده بود. هیچ کدوم پس موسیقی نمیزدن؟ نه نمیزدن، تا اینکه کم کم کوین شروع کرد به پیانو یاد گرفتن. رفته بودم آلمان، یه نفر یه دونه پیانو از این اورگا به ما هدیه داد، آوردیمش و کوین با اون شروع کرد به زدن. ولی به فیض خداوند روزهای خوبی داشتیم و نزدیک 8-9 ماه گذشته بود از کلیسا، همین برادر ایوان تلفن کردن گفتن برادر شنیدیم کلیسا داری اونجا. گفتم بله. گفت میخوای بیام کمکت کنم؟ گفتم از خدامه. و بعد برادرمون غازاروس تماس گرفت و فلان این حرفا، گفت شما کلیسا دارین در اونجا؟ گفتیم آره خداوند یه کلیسایی داده، ولی من که نمیتونم تعمید بدم، نمیتونم اعشای ربانی بدم، فقط از شبان کلیسا میخواستیم تعمید یعنی اعشای ربانی رو بده، چون شما هنوز کشیش نشده بود. نشده بودم. درسته. و اون موقع برادرمون ایوان اومد اولین بار رو اعشای ربانی رو برادرمون داد و این تماس شروع شد و همینجوری داشت ادامه پیدا میکرد. برادر ایوان ماهی یک بار میمد به ما سر میزد و برادر بسیار پر برکت بله. پر از محبت، خدا برکتش بده. و از اونجا به بعد یک کاری شروع شد که تا به امروز هم ادامه داره. چه سالیه بعد جانسون؟ سال من 89 وارد دانمارک شدم، 91 دستگذاری شدم که همون 90 همون موقع برادرمون ادوارد برای چیز دعوتش کردم برای کنفرانس درسته. تابستانی درسته. که در اون کنفرانس تابستانی خیلی جالبه، خیلی از کشیشای امروز اون روز به عنوان عضو شرکت کردن. مثل برادرمون فریبرز پزشکی عزیزم، فریبرز جان بله ایشون در نروژ بود با خانمش هاله، اینا رو دعوت کردیم به کنفرانس. گفتیم کنفرانس داریم در سال 91 یک مدرسه
کتاب مقدس مایا رو گرفتیم در دانمارک و عزیزان از انگلیس اومدن، خانواده برادرمون غازاروس هم اونجا اومد، از فرانسه خانواده برادرمون ایوان اومد، بعد از هلند اومدن. اینایی که عرض میکنم یه خانواده یه خانواده اومدن، ولی 74 نفر شدیم. این عدد یادمه، چون در دانمارک هم نمیدونم 40-50 نفر از اونجا شرکت کردن. از سوئد داشتیم بچه‌هایی که هنوز هم دارن خدمت میکنن، و اونجا بود که صحبت کردیم که بریم با برادر ایوان، بنده با در جوار برادر ایوان، جوار ایشون بریم و بتونیم ببینیم خدمت‌های شروع کنیم. من خلاصش بکنم، رفتیم نروژ، اونجا برادر فریبرز رو تشویق کردیم. برادر فریبرز خیلی جالب بود، با حاله میگفت ما که بلد نیستیم خدمت کنیم. گفتیم برادر درست میشه، و اولین جلسه رو در اونجا اعلامیه نوشتیم با دستخط، کپی کردیم، پخش کردیم. برادر ایوان اونجا موعظه کرد که فکر کنم یه چیز نزدیک 40-50 نفر آدم اومدن. نروژ کلیسا اونجا شروع شد. رفتیم استکهلم، میچرخیدیم سوئد. رفتیم استکهلم، اونجا خواهرمون ماریت بود با گارینو و روبیک، و اونجا هم یه کلیسا درست شد به همون سیستم. رفتیم اوپسالا، روبرتو روبیک و گارینه اونجا بودن، اونجا هم یه کلیسا شروع شد و این عزیزان شروع کردن به خدمت کردن. و اومدیم آلمان، در آلمان هم شروع شد. رفتیم هلند، اونجا خواهرمون فرح، خیلی که الان فرشید دیگه در خدمت تمام وقته، و اونجا شروع شد. هنوز ورژ نیومده بود، بعدن ورژ اومد به ما ملحق شد، و دیدیم که کار جلو داره میره و با هم دیگه مشورت کردیم. آرامایس اومد توی ویزبادن. من باید بگم این زمانی که هنوز بعضی سازمانه که امروز مطرح هستن و خدمات بزرگی میکنن هنوز فعالیت نمیکردن. نه شما بودید و برادر ایوان و چند نفر دیگه. دقیقاً میتونم بگم یک کلیسای ایرانیان لندن بود و یک کلیسای ایرانیان فرانکفورت. برادرمون ولنر در اونجا خدمت میکرد. برادر ولنر عزیز، واقعا این عزیزان واقعا زحمت کشیدن، ولی دیدی که داشتیم دید برای همه اروپا بود و همه شهرها، چون در همه شهرها ما افرادی رو داشتیم. مثلا در هانوفر که من رفتم یه خانواده رو دیدم، همین دید خدمتی بود که اینا شروع کنن به خدمت کردن. اینا هیچ کدوم خادم نبودن به اون شکل مثل بنده، ولی خادم شدن. که در اونجا صحبت دوم تیموتائوس باب دو آیه دو که امروز به صورت دو یک سازمان بزرگی شده، واقعا این شروع شد. و یادم میاد خواستیم اسمی پیدا کنیم، و این اسم خوبه که بدونید از کجا اومده. برادرمون آرامائیس، هر کدوم از ماها آیاتی آورده بودیم، و در یعنی بعد از مرور زمان یک شورای درست کردیم و خادمین جمع می شدیم، که بعد از اونم برادرمون نینوس یوحنا رو دعوت کردیم اومد استکهلم، چون واقعا اونجا کشیش لازم داشتیم. و لین شوپینگ و یان شوپینگ و یوتیوبری و مالمو، همه اینا شهرهایی بود که یکی دو تا خادم بود ولی نمیدونستن چطوری جمع کنن، و خدا رو شکر با برادر ایوان مشورت های خیلی خوبی داشتیم و این شروع شد. و ما بعضی موقع ها، من و برادر ایوان 45 روز تا 50 روز میگشتیم توی کلیساهای متفاوت، بدون خارکلار با بچه ها تو خونه بود، و فقط برمیگشتیم روز یک شنبه کلیسای دانمارک موعظه میکردیم، دوباره حرکت میکردیم به کلیساهای دیگه. یعنی مرکز دانمارک بود برای ما.
و برای تو اینه که به فیض خداوند این کارها جلو رفت و شورای تشکیل شد با خادمین و دستگذاری ها شروع شد. دستگذاری بردرمون ورژ، دستگذاری بردرمون فریبرز، دستگذاری بردرمون آرامائیس و همینجوری دستگذاری های بردرمون مهدی و غیره، چون بردرمون نینوس که شبان بود دیگه کشیش بود، بله، دعوتش کرده بودیم اومد، بله. پس خیلی های دیگه من میتونم صدها اسم ببرم، بله. منو ببخشین که بعضی ها رو از خلم میندازم، ولی این بود که اون خدمتی که ما در اروپا، بله، داشتیم. و بعد از اونم که خب من یه سوالی تو ذهنم هست، کی شما رو دستگذاری کرد؟ اونو نگفتی. من سال 91 که بردرمون ایوان اومدن، داوود بردرمون ادوارد اومده بود برای کنفرانس، گویا بردر هایک بهش گفته بود که حالا که اونجا هستین اگر خدمت بردر جانسون رو تایید میکنید دستگذاری کنید و دستگذاری خدمت بکنه. پس من گفتم نه. گفتم حالا یک مسئله هست، قبل از اون کلیسای پنتیکاستی دانمارکی منو دستگذاری کردن، گفتن که شما کشیش کلیسا هستین، شبان کلیسا هستین، شما را دستگذاری میکنیم که بتونین تعمید بدین و بتونین اعشای ربانی بدین. من بهشون گفتم نه، من با یه گروهی کار میکنم، ایرانیان و اجازه بدین. گفت در هر صورت از نظر ما شما شبان کلیسا هستین، کشیش هستین. و بعد که برادر هایک صحبت کرد تلفنی، گفت برادر شما مورد تایید ما هستید، من یه نامه ای هم براتون میفرستم که از طرف ما شما کشیش هستین، اجازه بده. گفتم حالا ما بدون این دستگذاری هم من نمیتونیم خدمت کنیم. گفت برای ما خوبه که شما دستگذاری بشین که بتونید اعشا و نمیدونم تعمید بدین. من فقط گفتم چشم. در عرض 24 ساعت تصمیم گیری، حتی این بلوتنی که درست کردیم با دست نوشته شده بود، اینقدر سریع شد. آره اینقدر سریع بود که برادرمون ادوارد بودن، برادرمون ایوان بودن، برادرمون قازاروس بودن و دیگر عزیزانی که امروز کشیش هستن اون موقع در دستگذاری ما بودن. و کشیش کلیسای دانمارکی رو هم دعوت کردیم، احترام گذاشتیم. گفت چرا دو بار دستگذاری میکنید؟ گفتیم برای محکم‌کاری. بعد عجب، یعنی واقعا خدا رو شکر میکنم، بعضی چیزاشو میدونستم، بعضی چیزاش برای من تازگی داشت و میدونم که خیلی داستانا دارید بگید و خیلی دوستان هستن که من ملاقاتشون کردم در اروپا، در اینجا خاطرات خیلی خوبی دارن از شما و خیلی دوست دارم تو یک در واقع مصاحبه خارکلارم باشن، از ایشون بشنوم. ما بخوام یک سوال دیگر بگیم که راجع به کلیسای امروزتون بیشتر ما صحبت کنیم، ولی خیلی خلاصه بگید که در اون زمان که شما در دانمارک خدمت رو شروع کردید شغل بیرون هم داشتید همچنان؟ در اونجا یه مغازه داشتید فکر کنم؟ بله، یک بازاری تأسیس شد به خاطر اینکه ایرانی و یعنی غیر دانمارکی خیلی اومدن، یک بازاری تشکیل شد، یعنی یه بازار درست کردن این دانمارکی ها. و در اونجا مثل بازار ایران از ملیت های متفاوت در اونجا جمع شده که میتونم بگم 99.9% همه مسلمون در این صاحب مغازه ها. و خداوند در دلم گذاشت که ما در اونجا یک مرکز بشارت داشته باشیم و خیلی دوست داشتم، چون ما میرفتیم به این و اون بشارت میدادیم، حالا همه اون خارجی ها دارن میان اونجا. پس در دلم افتاد که یا روح خداوند هدایت کرد یه مغازه اونجا باز کنیم. از همون شروع 200 تا مغازه بود اونجا. من رفتم با اون صاحب مغازه صحبت کردم، صاحب اون بازار صحبت کردم، گفت چی میخوای باز کنی؟ گفتم کتاب فروشی. گفت کتاب فروشی چیه؟ گفتم مسیح. گفت نه خیر نمیشه. گفتم چرا؟
تو اینا همه مسلمان هم. تو کتاب فروشی مسیحی میخوای باز کنی؟ چی میخوای بفروشی؟ گفتم انجیل به زبانهای مختلف. گفت آخه اینجا نمیگیره که، اینا انجیل نمیخوان که. گفتم حالا اجازه بدین. بعد چون من کتاب فروشی در کلیسا داشتم، این مغازه رو گرفتیم، گفتم خب اینترنشنالش میکنیم، مثل انجمن کتاب مقدس. آره اینترنشنالش میکنیم که کتابای دیگه هم بیاریم، تاریخی و نمیدونم چیزهای دیگه با زبانهای مختلف. گفت قول میدی؟ گفتم قول میدم. بعد روز اول اومد دید تمام انجیلا ردیف، کتاب مقدسا ردیف، به هر زبونی بگی نگاه کرد، گفت این که همش کتاب مقدسه. گفتم ما بقیه چیزا هم میاد یواش یواش. و از اونجا شروع شد ما بشارت دادن و و نزدیک چند سال تو این مغازه بودیم و نتیجه خیلی خوبی داشت. خیلی اومدن و هزاران هزار ترک اونجا ما پخش کردیم و ایرانی ها علاقمند شدن. دیگه اینطوری شده بود هیچ ایرانی نبود که اونجا از این ترکت ها، از این جزوات دریافت نکرده باشه، مسیحی دریافت نکرده. حتی بعضی هم میگفتن این برادر جونسو این سومین باره داره به من میده، این پنجمین باره برای من میده. ما همینجوری پخش میکردیم و اون ده سالی که یازده سالی که در دانمارک بودیم خدا کارهای خیلی بزرگی کرد. و اینی که منتقل شدیم به اومدیم طرف امریکا، اونم برادر داوود توماس باعث شد. آره خب ما 10-15 دقیقه بیشتر وقت نداریم، البته اینقدر شیرین میگید شما، آدم دوست داره بره. علت چه اینه که اینستاگرام قطع میشه، وگرنه ما میتونیم تو فردا مصاحبه کنیم. خرفرای عزیز که خوش آمد میگه، درود میگم بر شما، میگن دوستتون داریم برادر جانسون عزیز، برای ما خیلی زحمت کشیدید. ما خیلی خوشحال میشیم بابا در جانسو یه بار دیگه برگردیم بریم پیش مامان فرح اونجا. بح بح بح. اصلا خود مامان فرح رو باید مصاحبه کنیم که خاطرات زیادی از شبانان و کشیشان و افراد مختلف هم با فرشید جان البته مصاحبه کردیم. عرضم بزرگ شما راجب خدمت فعلیتون بگید و مناسبت که یک شنبه خواهیم داشت میخوام حتما ذکر بشه. الان شما در لس آنجلس هستید، اونم یه داستانی داره که چطور وارد آمریکا شدید، ولی الان چیکار میکنید اینجا؟ داستانش یه مقدار طولانیه که چطور وارد امریکا شدیم، چون مرکز جماعت ربانی آریزونا فکر میکرد که باید کلیسای ایرانی داشته باشه. این بود که با دیگران صحبت کرده بودن و قوره به اسم من افتاد که من برم سفارت و ببینم، اونم با دعا، چون من نمیتونستم کلیسای دانمارک رو ول کنم بیام. و با رهبران صحبت کردم در اونجا که خودشونم رشد بکنن و به این شکل به ما ویزای 6 ساله دادن و اومدیم امریکا و خدمت را باز در آریزونا به همون شکلی که در شهرهای متفاوت اروپا شروع کرده بودیم اینجا هم شروع کردیم از صفر. و مردم جذب شدن اومدن و کلیسا تشکیل شد در آریزونا و در اونجا هم نزدیک 10 سال خدمت کردیم در آریزونا، که باز عزیزانی که در اینجا بودن لس آنجلس کلیسای ایرانیان ولی درخواست کردن که بیایم اینجا. حقیقتا نمیخواستیم بیایم چون راحت بودیم در آریزونا. من و کلار و کوین و ویویان و کیسی و تیدی خیلی راحت بودیم در اونجا، ولی دعا کردیم. یه مقدار طول کشید، یه 4-5 ماهی طول کشید دعا کردیم، دیدیم که خب مسلماً بیاییم این بر بهتره چون هزاران هزار ایرانی در اینجا هست. و در آریزونا 25,000 بیشتر نبود. ولی با این حال باز اونجا هم کلیسا رو سپردیم به 3-4 نفر از بچه ها، گفتیم بیاییم اون بر. اومدیم اینجا و اینجا هم خدمت خوبی شروع شده، ادامه داره و خدا رو شکر میکنیم. اینجا با خادمینی خیلی زیادی همکاری میکنیم و میتونیم همکاری بکنیم و چون شهر لس آنجلس شهر بزرگی و ایرانی زیاده، خادمین زیاد میان اینجا، این بود که اینجا شروع کردیم به
دیگر خادمی خدمت کردن، دیگران را دعوت کردن در کلیسامون که چند باری هم شما تشریف آوردین. و این هفته ای که یک شنبه است، برادرمون وارتان و خواهرمون آناهیت آوانسیان، بله، سوم فوریه، درسته؟ سوم فوریه ساعت 1:30 بعد از ظهر که جلسات کلیسایی ما همیشه 1:30 شروع میشه و روی فیسبوک ما زنده پخش میکنیم پرستش و موعظه رو. این یک شنبه برادرمون وارتان آوانسیان مهمان ما هستن که چقدر خوشحالیم. ایشون در اروپا ما رو خدمت کردن، در ایران ما رو خدمت کردن، در آریزونا من یادمه که تشریف آورده بود چند سال پیش اینجا، اومدم از لس آنجلس بردمش اونجا که بریم فقط استراحت بکنه و یه پیغام هم داشته باشه دیگه. یه چند روزی توی خونه ما استراحت کرد و بردیم گردوندیمش، خلاصه صبح تا شب تو استخ لذت میبرد و واقعا میخواستیم خدمتش کنیم. این بود که برادر عزیزمون باعث برکت خیلی بوده و هست و الان هم که در ترکیه خدمت میکنه، خدمت مبارکی داره، کلیسای خیلی خوبی داره و من افتخار آشنایی با ایشون رو از روز اول ایمانم، یعنی 8 سال میشه، 8-9 سال، بفهمه 40 سال دیگه واقعا یک سالتون بود دیگه. البته اینا جوونن، ما سنمون رفته بالا، ولی واقعا من لذت بردم از جوونایی که وارد خدمت میشن. مثل شما که خیلی جوان، من همیشه ناراحت بودم، به خداوند میگفتم چرا 28 سالم بود ایمان آوردم، چرا 11 سالم بود وارد کلیسا نشدم. همیشه خداوند گفت این فیض من تو را کافیست، همین کافیه برای تو. اینه که خوشحالم برای شما جوانانی عزیزی. که خیلی، من البته 51 سالم شده ولی از جوانم، درسته؟ خب 51 سال ولی 30 سال در ایمانی، این خیلی مهمه، برای خداوند کارهای زیبایی انجام دادی و الانم انجام میدی عزیزم. این باعث شادی ما هاست و باعث شادی دل خداونده. آمین. و اینه که دعا میکنیم، خواهش میکنیم یه چیزی رو قطع نکنید در زندگیتون، بشارت دادن. بهتون قول میدم میلیون ها میلیون ایرانی و افغانی که فارسی زبانن، تاجیکی، پیغام خدا رو نشنیدن. ای خدا با. اینه که حیفه. حیفه ما داریم میریم ولی کی جای ما این بشارت رو عهده‌دار میشه؟ پس تنهای اگر یه خواهشی داشته باشم، خواهش من اینه که کلیسای خداوند را پر نور رونقش بسازین و اجازه بدین اونهایی که پیغام را نشنیدن حقشونه که لااقل یک بار پیغام نجات بخش عیسی مسیح را بشنوه. بله بله. اگر در جای چند بار گفتین پیغام را دادین، بسه، برین دنبال اونهایی که تالا پیغام را نشنیدن. آمین آمین. خیلی زیباست. حتما دوستان اگر در جنوب کالیفرنیا هستید یا اگر در شمال کالیفرنیا هستید یا این دوره برا هستید، یک شنبه ساعت 1:30 من آدرس کلیسا رو می‌نویسم در انتهای مصاحبه. تشریف بیاد به کلیسای ایرانیان ولی. من نازنین و دوستانمون هم میام خدمت شما، افتخار خواهیم کرد که با شما باشیم و حتما کشیش وارتان که دوست قدیمی و خوب ما هست، من در کلیساشون خدمت کردم در ترکیه، به به، در شهر دنیزلی منو دعوت کرده ولی هنوز فرصت نشده. آره، برم. آره، حتما باید برید اونجا، کلیسای مبارکی هستن، اونجا خواهم بود و مسلما اوقات خوبی خواهم داشت و مطمئنم خیلی از کشیشا و شبانای جنوب کالیفرنیا هم خواهن اومد اونجا، به فیض خداوند دیدار تازه میشه و در حضور خداوند برکت خواهیم گرفت. قبل از که این قسمت رو من ببندم، برد احمد غفاری عزیز ما، شبان کلیسای آرامش مالمو، دوست مشترک من و شما، سلام میگن به شما، میگن جلال در خدا. خیلی ممنون برای این پذیرایی خوبه. بله، یادم نمیره چه نهار خوبی خوردیم ما هم دیگه. خدا رو شکر برای وجوده. بله، برای خواهرسارا، برای خدمتشون، میدونم که اون کلیسا هم خداوند داره برکت میده. قراره که با ایشون هم مسابقه کنه اگه افتخار بدن. ایشون هم گفتنیا زیاد دارن. بعد از جانسون یه چیزی از قلب افتاد. اگه ما بیایم کلیسای شما
در جنوب کالیفرنیا چه خدماتی برای ما میکنید؟ غیر از اینکه موعظه میکنید، تعلیم میدید، چه خدمت خاصی دارید که ایرانی ها بیان اونجا برکت بگیرن؟ خب مسلمه اون خدمتی که در کلیسا انجام میشه مخصوصا برای اونهای افرادی که تازه میان، خب امریکا رو نمیشناسن، محیط رو نمیشناسن. درسته. ما تا حالا آخر نمیدونم خوبه بد گفتنش، خدمات خیلی زیادی رو انجام میدیم برای ترجمه کردن، برای بیمارستان، برای گواهینامه گرفتن، برای خدمات اجتماعی به جز مسئله کلاسایی که داریم. ما کلاسای مقدماتی داریم که بهترین معلم رو داریم برای کلاسای مقدماتی که از A تا Z یا از الف تا یا را همه چیز رو یاد میدیم و سعی میکنیم که رشد خوبی را پیدا کنیم و ما عملا خادم سازی میکنیم. ما دوست داریم، چون ماها در گذر هستیم، باید خادمین زیاد باشن. اگر عیسی مسیح 2000 سال پیش گفت حساد فراوان عمل کم، ما میخواییم واقعا خادمین به کلیسا بدیم. اینه که اگر پیغام های روزهای یک شنبه بنده را بشنوین در فیسبوک، میگیم ولی ایرانیان چرچ یا کلیسای ایرانیان ولی، در اونجا میبینید که چطور ما پیغام ها چطوره، پیغام های متفاوت، واعظین خیلی خوبی داریم. اینه که از نظر جابجایی، نمیدونم نقل و انتقال، اینا رو میتونیم این خدمات رو داشته باشیم و خب ما هر ماه یا در سال چند بار تعمید داریم. اینا اون چیزهاییه که میتونیم برای بچه ها، برای جوانان برنامه ریزی برای بکنیم، برای خانوم ها، برای خواهرها، خواهرها عزیزن. بسیار. امروز فردا والانتاینز دیه، روز عشاق یا محبت، هر چی که اسمشو بذارین. خب برنامه های متفاوتی داریم. به قول یکی از شاگردان عیسی مسیح گفت بیایید و ببینید. بیایید و بچشید. خداوند نیکوست. خیلی زیبا. جا داره تشکر کنم از شما برادر که ما را به گذشته ها بردی. آره، من داشتم لذت بردم، مطمئنم که میرم دوباره این فیلم میبینم. از شما دوستانی که الان اومدید و قبلا این فیلم رو دیدید، یعنی از ابتدا بودید و یا بعدن میبینید، تقاضا میکنم این فیلم رو با دیگران در میون بذارید، برای اینکه اسامی بسیاری از خادمین، افرادی که امروز پیش خداوند هستن، افرادی که خوشبختانه هنوز داریم بهشون، بین خودمون دارن خدمت میکنن، در این مصاحبه اومد. تاریخچه کلیسای اروپا رو، ایرانیان اروپا رو میتونیم اینجا بشنوید و میخوام که کامنتاتون رو برای برادر جانسون بنویسید. بعضی از خادمین نوشتن، بعضی از دوستان نوشتن، خواهرمون نوشتن به زبان، به لهجه شیرازی چی میگن و غیره و ذالک. بنویسید کامنتاتون رو، من ترتیب میدم، برادر جانسون حتما همه رو بخونه. اگر دوستان بخوام با شما تماس بگیرن، شما وقتی رو دارید، کسی دارید که ایمیلی چیزی جواب بدید یا صفحه خاصی؟ تلفن رو برداشتید. حقیقتا یه چند تا برنامه برای تلویزیون محبت پر کردیم و اشتباه من این بود که تلفن گذاشتم اونجا و صبح ساعت 3، 2، 4، 5 صبح زنگ میزنن که حال ما رو بپرسن. اینه که اگر ساعتهای ما رو میدونید میتونید زنگ بزنید، خوشحال میشن، مخصوصا دوستان قدیمی. ولی اگر نه میتونید با من تماس بگیرید، من معرف این بهترین کاره. ولی اگر در جنوب کالیفرنیا هستید یا اینجا هستید، میتونید با شماره تلفن 818-832-0943 تماس بگیرید. یه بار دیگه بگید. 818-832-0943. جانسون هستم، در خدمتتون. بله، پیغام بذارم شما جواب بدید دیگه. بله بله، حتما. اینجوری نباشه که 24 ساعت زنگ بزنن. خیلی هم عالیه و واقعا احتیاجم هست که دوستان با شما در تماس باشن. مثلا ما یک گروهی داریم در فیسبوک، شما تو فیسبوک نیستید آخه، و از خادمین و دوستان قدیمی، برادرایی که شما بعضیشون اسمشون رو بردین، با ما هستن. ما با هم اونجا بعد رافی که پیغاماشونو میذارن اونجا و خاطراتو با هم مرور میکنیم، عکسارو میذاریم و
واقعا چقدر خوبه این گذشته رو نگاه کردن. من خیلی چیزا دوستان ما در اینستاگرام اگه تشریف دارید بیایید، خدا برکت تو بده. یک دو دقیقه در خدمت دوستان فیسبوکی هستیم و به فیض خداوند تکرار این فیلم میتونید در صفحات اجتماعی دیگه هم ببینید. من یک دو تا چیز زیبایی که از شما تو این مصاحبه شنیدم، این که چقدر اولا خدمت خدا با ارزشه. یعنی متاسفانه من میبینم که در نسل امروز، حالا بعد از ما در واقع، بیشتر کسانی که ایمان آوردن و جوان هستن، خدمت توی خود در واقع سرسری میگیرن. حتی عزیزی با ما تماس گرفت، گفت که میشه من تعمید تلفنی بگیرم. ولی شما به نکته اشاره کردی که خیلی مهمه، و اون این که شخصی که میخواد خدمت کنه باید خوب کتاب و حساب بلد باشه، زیر دست شبانای بزرگ و ارشد باشه، بزرگ بشه و جوابگو باشه. سوم، کشیش شده باشه، بتونه تعمید بده، اشعار ربانی بده و خدمات کلیسایی رو انجام بده، که نه به خاطر اسم کشیش هست، به خاطر احترامی که بر اون محض هستش. و نکات خیلی زیبایی که گفتید، من میخوام از شما قول بگیرم بعد از جانسون، میدونم شما رو پیدا کردن راحت نیست، من خیلی از دوستان میگن اینم مصاحبه، این شخص هم مصاحبه کن، این شخص هم مصاحبه کن، و این نمیدونم که چقدر به دست آوردن و پیدا کردن عزیزان راحت نیستش. میخوام که واقعا وقت بذاریم با هم دیگه، بر همینجا در همین مکان و جای دیگه که شاید صلاح میدونید، راجع به این گونه مسائل به ما از تجربیاتتون بگید، از کلام خدا بگید. مسلما شما خیلی چیزا برای گفتن دارید و واقعا ما خدا رو شکر میکنیم. من نازنین جان، اولا برای وجود شما، یعنی در تمام این سالهایی که شما رو از ایران میشناسم هرگز نگفتم بعد از جانسون، همیشه افتخار کردم با شما باشم در این دوستیایی که در جنوب کالیفرنیا با هم داشتیم و داریم، خیلی خوش گذشته. یعنی شما خیلی خوش مسافرت هم هستید، یعنی اگر اروپا دعوت میکنه من این دفعه با برادر در واقع جانسون خیلی خوش میگذره. و در واقع ما سفر خوبی داشتیم با داریوش جان و خدمت که در دانمارک با هم دیگه کردیم. برادر داریوش، آره، خدمت خوبی. آره، امیدوارم که داریوش اینجا دوباره بیاد دیگه در لس آنجلس. کوین جان هم تشریف آوردن، درود بر شما. دیگه کم کم وایسیم همه خانواده رو ما میاریم اینجوری. شما فیسبوک نداری؟ من بچه های شما رو تو فیسبوک دارم. من پسراتون من ندارید میشه شما ما رو قبول کنید دیگه تو فیسبوک دیگه. آره، و واقعا خدا رو شکر میکنیم برای خدمتتون، خیلی مبارکه. و من تلفنی بارها به شما گفتم بودم هر زمانی لازم بود من در خدمت شما هستم بدون هیچ چشداشتی، و چون خدمت کردن با آرامش، با آنچه که خدا در قلب انسان میذاره، بسیار زیبا و قشنگ هستش. ما این فیلمو تکرارشو میذاریم در یوتیوب ما هستش، در واقع مسلمت و ساعتی بعد میذاریم، دوستان میتونن تماشا بکنن. قبل از که بعد از جانسون ما رو با دعا مرخص بکنن، دوستان عزیز، هفته آینده ما در مصاحبه با یکی دیگه از کشیشان دیگه، کشیش جوان از کانادا مصاحبه خواهیم کرد، اسمشو نمیگم سورپریز بشه، و ایشون هم اعلام آمادگی کردن که در خدمتشون باشیم. خانم شبانان هستن، در آینده زود شما خواهید دید در این مصاحبه ها باهاشون خواهیم بود. حتما این برنامه رو تماشا کنید، به دوستانتون بگید که در واقع توجه کنن به این برنامه، و هدف این برنامه اینه که با کارهای عظیم خدا در زندگی مخصوصا کسایی که خدمت کردن و خدمت میکنه آشنا بشیم. آمین. با خدماتشون بیشتر آشنا بشیم و کلیساها، و اگر دقت کرده باشید در تمام این 20 خورده این مسابقه که داشتیم ما کلیساها رو معرفی کردیم، و باعث افتخار مزوزی که باید در اتحاد و یک دلی دست همدیگر بگیریم بلند کنیم. ما افتخار داریم که همه خادمین و کلیساها رو دوست داریم، با نازنین جان با صمیم دل خدمتشون میکنیم، و یک شنبه میایم کلیساتون به فیض خداوند. فیض خداوند. بعد از جانسون با دعا ما رو مرخص کنید لطفا. چشم. آره. من یه چیزی فراموش نکنم، عجله نکنیم برای خدمت کردن. یعنی خدمت تعمید و عشا و غیره و زالک. بله. یا اینکه اسم شبان و یا اسم کشیش و خداوند خودش در وقتش به زمانش. بله. همه چیز رو مهیا میکنه. چون این خدمت مال خداونده و نمیتونیم سرسری بگیریم، چون انسان را خدمت نمی کنیم، خداوند را خدمت می کنیم. آمین. و اجازه بدین مس خدا بیاد. زمانی که مس خدا میاد همه میان به طرف شما. هللویا. که آنها را برکت بدیم. اینی که اول از بالا. هللویا.
اون مس رو بگیریم و بعد به مردم بدیم. وگرنه اگر فقط انسانی باشه زود گذره، تموم میشه و هیچ اثری هم نخواهد داشت. اینه که تشویقتون میکنم در کنار خادمین قرار بگیرین و خادم بشین. آمین. توجه میکنین؟ آمین. این به نفع شماست. بله. مخصوصا اونایی که جوونین برای آینده شما خیلی مهمه. آمین. من کسی نیستم که نصیحت کنم، ولی خواهش میکنم اینو بپذیرید. دعا کنیم ها. بله بله، محبت کنیم. پدر خواهش میکنیم به نام عیسی مسیح، آنچه را که در این یکی دو ساعت داشتیم میخواییم تو مس کنیم. ای خدا من. اولا مس کن زندگی بردرم و کشش الناتان را، خانوادش و بچه های خوبی که تربیت کرده، خانواده بنده رو، کلار و کوین و ویویان و کیسی و تیدی و فیلیپ و پنیله و خداوند عزیز تیودور و دومنیک و ایزادورا رو، خانوادهی که تو به ما عطا کردی، عیسای زنده، میخواییم زیر سایه بله، تو بله، بزرگ بشن. بله عیسا جان. بله خودت اونها را در آغوش بگیر. بله خداوند. خداوند همچنین دعا میکنیم برای عزیزانی که امروز اومدن و با برادر منکش الناتان در تماس هستن. ای خدا مسشون کن، قوتشون بده. آمین. آشنا دور و نزدیک و غیر و آشنا را بله. بله. خداوند تو میخوایی تقدیسشون کنی. بله. مبارکشون بسازی. اگر در بینشون مریضی هست ایسای خودت ایسای دست بگذار، دور و نزدیک ایسای اونها را شفا بده. بله خداوند. اگر دل شکستگی هست، اگر تلخی هست، هر نوع خداوند رنجشی هست، به نام عیسی مسیح برطرف بشه. خداوند فقط نمیخواییم که بدنهاشون شفا پیدا کنه، میخواییم روحشون شفا پیدا کنه و حضور تو در زندگیشون دیده بده بشه. ای خداوند کلیساها را تقدیس کن، همه کلیساهای ایرانی در هر شهری، در هر کشوری، در هر کوردهاتی به نام عیسی مسیح مبارکشون بزن. رهبران را، شبانان را، خادمین را مس کن ای خداوند. اجازه بده اون یک دلی، اون اتحادی که در باب 17 یوحنا فرمودی در همه دیده بشه ای خداوند. خداوند را التماس میکنیم چون خدمت توست، این عزیزان مال تو هستند، خون مبارک تو ریخته شده روی این عزیزان ای خداوند. ما هیچ حقی نداریم، تمام حقانیت مال توست ای خداوند و فرزندان تو هستن ای خداوند. بله خداوند. مبارک بساز فرزندانت رو دور و نزدیک ای خداوند. اجازه بده زمانی که در آسمان دور تو گرد تو جمع میشیم ای خداوند، بیاد این روزها باشیم که چه روزهای زیبایی با هم دیگه و در حضور تو داشتیم. ای خداوند خدمت برادرم رو مبارک بساز، خدمت همه عزیزان رو مبارک بساز. متشکریم برای فیسبوک، برای اینستاگرام، برای ایمو، برای همه این چیزهایی که به ما دادی در این زمان. ای خداوند این ساتلایت هایی که داریم تقدیس کن، برای جلال نام خودت به کار بگیر. آمین. بله بله بله. در نام شایسته خداوند ما عیسی مسیح دعا میکنیم. بله بله. همه ما بگیم آمین. 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 خیلی هم ممنون برادر جانسون عزیز. مرسی برادر، وقت زیبا برای زحمتتون. خواهش میکنم. این یکی از بهترین مصاحبه هایی که من تا امروز داشتم و میدونم که ماندگار خواهد بود و به فیض خداوند خادمین دیگه در جنوب کالیفرنیا رو بتونیم ببینیمشون، پیداشون کنیم، باهاشون مصاحبه کنیم و به شما افتخار بکنیم. برادر جانسون، دوستان عزیز، برکت خدا با شما باشه تا هفته آینده چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت ایران و 9 و نیم صبح به وقت لس آنجلس با یه مصاحبه دیگه. شاد باشید به نام مسیح. مرسی. آمین. آمین.